خب بیایید بذارید در رابطه با ریلیشنشیپ یا رابطه صحبت بکنیم توی دیتابیس همینجور که جلو میریم فرض بکنید که هر کدوم از این کارت هایی که شما دارید یک رابطه ای داره با مثلا یادداشت ها هر کارتی که شما اینجا دارید فرض بکنید که کارت اول 10 تا نوت داره کارت دوم 400 تا نوت داره این میگن رابطه ای یک به چند یا one to many چطور این رو ما بسازیم؟ برای اینکه این کار رو بکنیم میریم یه مایگریشن اول درست میکنیم اینجا و اینو با هم میسازیم من اگه برگردم چه داخل پروژکتم PHP Artisan اگه اینجا تایپ بکنم make دو نقطه migration خب اینجا میتونم یه migration درست بکنم و یه اسمی بهش بدم حالا اینجا اسمش میذارم create هر جوری که شما به صلاح حرف میزنید همونجوری بذارید create notes table و میگیم که میخوام یه جدولی درست بکنیم به اسم نوت و برای اینکه از create میخوام استفاده کنم من create رو داش داش رو مسابقه قرار با notes خب که وقتی اینتر رو میزنم یه بر من درست میکنه اگر سویچ کنم اینجا و برم داخل مایگریشنم میتونم خیلی سریع اینو ببندم دیگه شما رو به این صورت باش کار بکنم اگه بگم که create نوت uh, migration می که نوت تیبل اینجاست یه آپ داریم یه داون داریم که من اینا رو باز میکنم همه رو که شما ببینید فقط این داکیومنتشن ها رو کلپس میکنیم که اینجوری معلوم باشه up and down توی ریز هم هستش میبینی که تیبل اینکریمنت داریم که ID رو اینکریمنت میکنه اینکریمنت کرده برای پرایمری کی درست کردن از اینکریمنت استفاده میکنیم تایم استپ هم داریم که کریت اد اد و آپدیت اد رو درست میکنه من میگم که اینو ازش استفاده کنم یه چیکار میکنم یه فرمت میکنم میام پایین از این تیبل استفاده میکنم که بیام یک بادی به برش توست بادی نوش میخوام تکست باشه و داخل این تکست میخوام از بادی استفاده بکنم به همین راحتی دوباره میام حالا یه ریلیشنشیپی بالا بعد از آیدی من دوست دارم بعد از آیدی ریلیشنشی رو درست بکنم میگم که از این تیبل استفاده بکن تیبل و بیا اینجا داخل تیبل یک انتیجی کالومی از نوع اینتیجر بساز که اسمش باشه حالا مثلا هر چی میخواد باشه ولی من اسمش کارد آیدی کارد آیدی ولی این نوعی که میخوام باشه میخوام مثبت باشه بنابراین به خاطر همین من از آن آن استفاده میکنم آن سایند فانکشنه بنابراین پرانتز احتیاجه برای که ما ازش استفاده کنیم از ایندکس هم میتونیم اینجا استفاده بکنیم نکته ای, ای که در مورد دیتابیس هستش اینه که در مورد فریم هستش اینه که فریم که ما اینجا داریم کار میکنیم در واقع ایندکس میسازه حالا شما میتونید فورن بسازید ولی فریم ورک بدون شما رابطه داخل دیتابیس بسازید میتونه با دیتابستون کار بکنه هیچ احتیاجی نداره که به طور بخواد فورن کی بسازه ایندکسی که شما میسازید فورن کی رو میتونید با کد نویسی از فورن کی استفاده بکنید حالا فعلا با این کار نداریم میتونیم بیام اینجا از چیزهای دیگه هم استفاده بکنیم ولی فعلا دست نگام داریم این کار داریم این کارد آیدی به چی اسوسییت میکنه یا به چی ربط داره اگر ما بریم داخل نوتی که ما اینجا داریم به کارت میخوایم بستگی بدیم اگر من مایگریشن هایی که اینجا دارم رو باز بکنم داخل دیتابیس مایگریشن کارتی که ما اینجا داریم create card table ما این الان ساختیم create notes table کارتی که داریم این ID رو سیو بکنیم روی این card ID که این میشه رابطه درسته بعد میگرم اینجا داخل پروژمون اولین کار که میکنم این تینکر رو باز میکنم داخل تینکر میام اول بذارید مایگریشن بکنم پس من این رو exit بکنم بیام اینجا سفر خالی بکنم میخوام مایگریت بکنم که این جدول ساخته بشه پس اینجا تایپ میکنم PHP Artisan به جای Thinker میگم که بیا از Migrate استفاده کن پس Migrate بهش دستور میدی که Migrate کنه پس اینجا Create No Table رو Migrate کرد اینجا به شما میگه Migrate و خب من میام پایین uh, میام یه مدل هم میسازم چون برای اینکه ما جدول ساخته این مدل هم حالا شما میگید که من میتونم مدل بسازم مایگریت بکنم یه دفعه آره چرا نمیشه میتونید تایپ بکنید PHP Artisan و بعد میتونید تایپ بکنید Make دو نقطه Model و بعد یه S میدید Note و این ساخته میشه خب من اگر قبل از اینکه اینو اجرا بکنم فرض بکنید یعنی این اولش قبل از اینکه اینو اجرا بکنم میتونم یه داش ام هم تایپ بکنم که این هم مدل رو اینجا برام در آن واحد میسازه و هم داش ام یعنی میگه برو مایگریشن هم براش درست بکن اگر بیام قبل از این میک مادو یه هلپ بنویسم میبینید که اینجا گزینه داش ام رو برای migration هم داریم Create a new migration فایل فور the مودل اینو خالی میکنم و بعد برمیگردم این هلپ رو برمیدارم این مودل رو شو خیلی سریع با هم بسازیم مودل ساخته میشه و میام سریع یه چک میکنم ببینم ساخته شده یا نه میام اینجا داخل app app رو باز میکنم میبینید که نوت مدلش اینجا هستش و داره برق میزنه اگر ما برگردیم اینور من اینو چیز بکنم اینجا برگردم یه تینکر رو باز میکنیم با هم دیگه و یه چند تا کار انجام بدیم ولی کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام یه وریبل درست بکنم به نام کارد اون مسابقه رو بدم با اپ سلش کارد که برو داخل کارد اولیش رو بگیر فرست رو بگیر خب و سمی کارنل بذار حالا ما کارت اولیش رو گرفت آیدی دو دیگه my first title اینجا می میبینید my first card یا my first title بعد میگیم کار بکن حالا یه وریبل دیگه درست بکن به نام نوت و اون رو مساوی قرار بده با new app slash note و اینجا سمیکالان بذار اینتر رو بزن میبینی که نوت رو گرفت وقتی که ما نوت رو میگیریم حالا میتونیم یه نوت جدید بسازیم میگم که این نوتی که داریم اینجا وریبا سیف شده میگم برو بادی که اولیش رو گرفتی چون نوت اولی رو دیگه چیز دیگه نوت اول، کل کلاس رو گرفته میگم یه بادی درست بکنه مسافی قرار بده آیدیش خودش میذاره آیدی آتو دیگه میگم که مثلا some notes for for the card و اینجا میبندیم و سمی کالون اینتر میزنیم نمیشه some notes for the card تنها کار که من برای نوت باید انجام بدم اینه که نوت رو مینویسم و بعد میگم که card id ببینید اینجا میتونید دستی این کارد کارد underscore id رو اساین کنید به دو چرا چون دو دیگه این ID دو اینجا میخوایم این رو که اساین بکنیم به دو فعلا دستی اجرا میکنیم تا به شما بگم که دستی هم میشه و بعد تنها کار که میخوایم انجام بدیم نوت رو میخوایم چکار بکنیم در آخر سیف بکنیم پس من اولین سیف رو پرانتز بازو بسته میکنم و اینجا اینطوری میزنم حالا اگر من بگم app /note و بعد بگم که تمامش رو بر من فچ بکن بیرون میبینید که چیزی به من نشون نمیده دو بار اینو زدم و این اجرا نشد بذار این نوت رو برگردانه برای ما نوت و بعد بگم که تمامش رو به ما برگردون اینتر خب نگاه بکنید یه نوت ساختیم اینجا این اینو می‌خواستم به شما نشون بدم که با همین میتونیم نشون بدیم نوت آل و نگاه بکنید تمامش رو داره اینجا به ما برمیگردونه یا میتونستیم بریم اینو بگیم نمیدونم چرا این اجرا میشه اپ پک نوت و میتونم بگم همه رو به من نشون بده واسه میمیدی ارور میده ولی نگاه کن کارت آی دی شد به دو خب حالا اینا رو همه رو با قرار نیست که تو تینکر انجام بدیم همه رو توی کلاس ها میتونیم انجام بدیم بتون نشون میده ولی نگاه کن بکنی... شده دو حالا چطوری من ریلیشنشیپ برای این درست بکنم اول بذار این از این اکسیت بکنم بیام بیرون و برگردم کجا برگردم داخل کارت دات که اینجا داریم خب card.php کجاست مدلمونه پس ما مایگریشن ساختیم card.php اینجاست داخل card.php که داریم داخل مدل من میام اولین کاری که میکنم یه فانکشن درست میکنم دلیل اینکه فانکشن میخوام درست بکنم و به شما میگم و میفهمید پابلیک فانکشن و اسم فانکشن میذارم notes اسمشو چرا میذارم notes؟ اسمشو اسم جدولی میذارم که میخوام بهش ارتب مرتبطش بکنم میدونید چی میگم پس هر کارتی چند تا نوتس داره پس این از این خیلی مهمه توجه بکنید حالا داخل این نوتی که ما اینجا داریم اینجا میام چیکار میکنم میام ریترن میکنم نگاه بکنید ریترن آیست تایپ میکنم ببینید میگم که از این کلاس دیس بیا ارتباط بکن یعنی هر کدوم از این کارت ها هز منی خب که خوشم اینجا, خوش اینجا داره میده هز چی حالا میتونید اینجا بنویسید دو نقطه اپ backslash notes که دید که برای من عمل نکرد یعنی که میتونید بنویسید معمولا که من خودم جی میرسم notes دو نقطه class خب این برای پیش خیلی خوبه که من میتونم روی اینم کلیک بکنم ببینم نوت کجاست میبینید این از این میگیم که هر کاردی چند تا نوت داره و اینو داخل فانکشن نوت نوشتیم درسته حالا بر اینجا پیش بی آرتیسان رو باز میکنیم و تینکر رو باز میکنیم یه بار دیگه اینجا اینجوری وقتی که بازش کردیم بذارید من سرورم اینجا یه مقدار استاپ کنم فعلا و وقتی که بازش کردیم میام چیکار میکنیم اول یه کارتی درست میکنیم نمیدونم تونستیم این کار رو انجام بدیم اول هم رو اپ کارت و بعد فرست رو انتخاب میکنم حالا میگم که چی کارت و بعد برو چیکار بکن نوتس رو بگیر نوتس خب ببینید اگر من نوت رو بگم این کدوم رو اشاره داره میکنه ببینید کاردز نوت این فانکشن خب این میشه چی اگر من بذارم این ام عمل میکنه و اینجا داره نگاه میکنه نوشته illuminates و بعد نوشته has many این داره ریلی... نوع ریلیشنشیپ نوعش اشو داره من برمیگردونه پس این به کار من نمیاد درست فانکشنه ولی نگاه کنید اگر من تایپ کنم کارت نوت بدون پرانتز اون چیزی هستی که شما میخواید کارتی که گرفتیم اولی بود میبینید اینجا first اولی "of" اولی دوه میگه برو حالا نوت هاشو پیدا کن کارت نوتس میره کجا نوت رو پیدا میکنه نوت یا یادداشت رو پیدا میکنه که کارت آیدیش دوه اینجا پس اینجا دارید میبینید سفر خالی میکنم یا یعنی اینکه میتونید بنویسید کارت notes و بعد داخل این یک آرایه بدید که کدوم اولی رو دو انتخاب کنید دومی رو انتخاب کنه میبینید که داره اینجا میگه اگه من دو رو بذارم میبینید که پیدا نمیکنه پس اولی رو داره پیدا میکنه پس ایندکس صفره حالا یه بار دیگه میگم که کارت نوت و میام یه کار دیگه میکنم میگم که اولی رو بگیر حالا میتونم اینجا فرست هم بگم در آینده در مورد این فرست صحبت میکنیم خیلی خوبه که متوجه بشید که این این چیزی که ما اینجا نوشتیم با این چیزی که این نوتی که اینجا پرانتز داره فرق میکنه چرا که فرض بگیرید شما یه کارتی دارید که 500 تا نوت زیرشه یا 5000 تا نوت وقتی این اجرا میکنید میگه برو 500 تا نوت رو پیدا بکن خوب توجه بکنید ببین چی میگم خیلی مهمه وقتی که کارتی دارید میگید 500 تا نوت داره میگید برو اون 500 تا یادداشت رو پیدا بکن فقط اولی رو به من نشون بده ولی اینجا داره چی میگید میگید که برو کارت ها رو پیدا بکن تمام نوت هاشو و فقط اولی رو من بهش چیز میکنم برمی این با این بالایی خیلی فرق میکنه پس این اولی نوت رو برای شما برمیگردنه ولی اینجا داره اینجا به شما میگید که برو کارت ها رو پیدا بکن که نوت توشون داشته باشه ولی اولین کارت رو میخوام نه اولین نوت رو ها ولی با این حال میبینید اینجا داره به همون صورت به شما برمیگرده ولی بیشتر شما این چیز رو میخواید بالایی رو میخواید این از این و حالا من اینجا میگم که کارت نوت و اینجا میبینید به من به این صورت برمیگردن خب حالا سفر خالی میکنیم من این رو از ای اگزیت میکنم میام بیرون برمیگردیم حالا نوت این هزمنی رو من داخل این کارت نوشتم هر کارتی چند تا نوت داره پس به این میگم وان تو حالا اگر من برم داخل نوت اینجا چی کار بکنم اینجا یه پابلیک فانکشنی درست میکنم که اسمش باید چی باشه اسمش رو باید بذاریم کارد خب پس این کارد کاردز نیست دیدی که اونجا نوتز خب حالا مهم نیست که هر چی اسمش رو بذارید ولی نوتس کنونشنشه باید حتما اسمش رو بذارید چون هر کارتی چند تا نوتس داره این pluralه پس این خیلی مهمه که توجه بکنید اینجا ولی میگید که هر نوتی یه دونه کارت بیشتر نداره یه دونه کارد نه کاردز چون وان تو منی ریلیشنشیپ پس خیلی خوبه که همینجا بدونید حالا اینجا داخل این یه فرمتی هم بکنیم اینجا داخل این پابلیک فانکشن کارت میگیم که ریترن کنه ریترن کنه از این دیس استفاده میکنیم ولی دیس رو میگیم که چی هر نوتی متعلق هست به کارت پس میگیم که belongs to belongs to و بعد میگیم که card و class خب به این صورت پس این به اون الان مرتبطه belongs to اونجایی که منفرد هست ولی اینجایی که مرتبط هست has many خیلی مهمه که اینجا توجه بکنید و ریلیشنشیپ هم روی اونجایی میره که این یکی از تیپایی که تو ریلز من به شما گفتم ریلیشنشیپ اونجایی خواهد رفت که هزمنی داره یعنی چی یعنی شما برید داخل مایگریشنتون که داخل به اصطلاح دیتابیستون هست مایگریشنی که دارید داخل نوت اونجاست که ریلیشنشیپ به این صورت کارد درست میکنید این که از کارهایی که من مبتدی هم بودم انجام میدادم و الان هم هنوزم که هنوز, هنوز یادم هست همه برای همه فریم ها خب حالا میریم داخل تینکر میپریم داخل تینکر این رو باز میکنیم حالا من میگم که یه نوتی درست بکن که از اپ نوت استفاده بکنه و بیاد اولیش رو بگیره خب من اولیش رو بخوام بگیرم بذارم میگه که پارس ارور چرا اینو به من میگه خب من برای اینکه مساوی نذاشتم اینجا بذارید نوت رو مساوی بذاریم الان میگه که اولیش رو گرفت وقتی اولیش رو گرفته حالا من میگم که چی برو ببین نوتی رو انتخاب بکن که اولی رو گرفتی خب ببین کارتش کدومه کارتش همون شماره دو دیگه ببینید نوت آیدیش یکه شماره کارتش دوه میگم که برو حالا کارتش رو پیدا بکن چون این بلانگس تو رو اینجا داریم اینجا تو رو اینجا داریم این میاد چیکار میکنه وقتی شما بهش میگید که نوت بپر کارت رو پیدا بکن کارتی که برای این آیدی هست وقتی اینتر رو بزنم میبینید که کارتی رو پیدا میکنه اپ کارت که آیدیش دوه خب و اینو داره به ما نشون میده حالا من میتونم بیام اینجا بگم که سفر خالی بکنم یه وریبل نوت دیگه درست بکنم او رو مساوی قرار بدم با نیو نگاه میکنید اپ سلش نوت و میخوام یه کارت دیگه درست بکنیم و بنابراین میگم که حالا نوتی که ما اینجا داریم با دیش رو بیا مساوی قرار بده با another مثلا نوت یا another note یا هر چیز دیگه که میخواید بذارید میتونم کپیتال بکنم که قشنگ تر بشه و بعد اینجا سمی آخرش میذاریم بادیش رو تا... دقیق دادیم حالا میتونیم میتونستیم اینجا این سری به جای قبلا که اومدیم اینجا نوت رو گذاشتیم و بعد گفتم که بیا حالا کارد سلش رو دستی مشخص بکن دیگه این کار رو نمی کنم چرا چون این دوتا به هم مرتبطن belongs to has many اینجا دارید میبین بلانکس تو پس اینا رو دارید اینجا میبینید هز منی بلانکس میبینید دارم سویچ میکنم که دارید اینجا میبینید به هم مرتبط پس اینجا میگم نوت یا دیگه نمیگم نوت میگم که کارد رو حالا اول چون باید کاردش رو انتخاب بکنیم مسلما اینا توی چیزتون دارید توی موقعی که دارید ازش استفاده میکنید دارید میگم که اولیش فرست رو بگیر وقتی اولیش رو گرفتی حالا میگم که چیکار بکن کارد این تنها مطلبه خیلی مهمه کارد که ما اینجا اولش رو گرفتی نوت رو نوتس رو که فانکشن بود رو بیا حالا کار بکن سیو بکن سیو بکن اما داخل پرانتز سیو میگیم که چی رو بنداز این نوتی که ما اول گرفتیم که اینجا بادی درست کردیم براش انادر نوت پس من اینا اینجا کپی کنم میتونم اینجا پیس بکنم بنابراین سمی اینجا میذارم و بعد اینتر میزنم و بعد میبینید که پشت صحنه خودش برای من نوت رو سیو میکنه و کارت آیدی رو میذاره دو میزنه another note حالا اگر من بزنم card note کارت که نوت هاشو رو بخوام ببینم میبینید که دو تا نوت اسوسییت داریم بهش یعنی سام نوت فور the card انادر نوت پس میبینید که آیدی های هر جفتش اینا کارد آیدی شون دو دو ولی این آیدی خود نوت های یک و این آیدیش دو پس اینجوری اسوسییت یا مرتبطش میکنید حالا من اینجا یک اگزییت میزنم یه بار برمیگردم حالا میرم داخل Uh, به شو که اینجا داریم اگر من برم اینجا تایپ بکنم show.blade.php اینجا به جای کارت تایتلی که ما اینجا داریم حالا میتونیم تمام کارت بعد از این کارت تایتلا بیام یک فوریچ درست بکنیم یعنی من اینجا یک ات فوریچ بذارم و بعد داخل این بگم که بیا کارت همینجوری که درست کردیم گفتیم که نوت هاشو بگیر نوتس برای هر کدوم اینا یک وریبل درست بکن به اسم نوت و اینجا من میام and and uh, for each رو میذارم و بعد داخل این تنها کار که میکنم حالا بذارید پشت اینم یک ul بذاریم کارت بکنم از اینجا تب بیام اینجا پیست بزنیم و اینجا یه الای درست میکنم یه و بعد اینجا داخل این میگم که خب بیا نوت هایی که ما اینجا داریم از وری که درست کردیم و اینا بستگی به این داره نوت ها بیا چیا رو بگیر بادیش رو بگیر یعنی داخلش رو نشون بده حالا میام اینجا یک اینتر رو بذارید اول سرور رو ران بکنیم میام اینجا یه بار سرور ران بکنیم و یه بار ریفرش بزنم کارز اگه بزنم کارد دو میبینی که کارد دو رو نشون میده و دو تا چیزی که ما ساختیم ما فرست این اسم کارتتونه این یادداشتاتونه سومی هیچی نداریم و میدید پس اینجوریه که داره انجام میده ولی اولی اصلا دیگه کلا خالیه و این فیل میشه پس بنابراین دومی هستش که اینجوریه حالا برمیگردیم اینجا بذارید بریم داخل تینکر اول میایم اینجا و بعد میریم داخل تب دومی من تینکر رو یه بار دیگه اجرا میکنم بذارید یه نوت دیگه بسازیم قبل از اینکه میریم یک مشکل رو به شما بگم فرض بکنیم که ما یه کارت اپ کارت فرست رو اول میگیریم بذارید ببینیم اینا اپ کارت no. به چیزهای قبلا کارت اپ کارت فرست رو میگیریم اولین کارتی که گرفتیم میتونیم اینجوری هم نوت بسازیم ولی یه مشکل پیش میاد و مشکل به شما اینجا میگم بش میگن مس خب پس کارت رو داریم الان من میگم که کارت و مصاب... اه... نوتی که میخوای درست بکنی نوت پرانتز باز و بسته بیا به جای اینکه اول نوت رو درست بکنی و بعد داخل کارت بندازیم اولی اینجا فاصله نداره فاصله بذارید ارور میده میگم که بیا اینجا کرییت رو به کار ببر دیگه سیو رو به کار نبر داخل این پرانتز داخل این آرایه میگم که بادی رو اینجوری ببند و بعد اینجا مساوی قرار بده و مثلا بگو که بذارید یه چیز دیگه بگیم که بگیم مثلا مثلا یت انادر انادر و اینجا نقطه رو بزنیم نگاه بکنید وقتی اینتر میزنم میگه او oh, او oh. mass assignment operator یا bad method call exception with message call to undefined method notes البته من این mass assignment نیست برای اینکه من اینجا notes قرار بود بنویسم میبینید ارورتون باید بفهمید وگرنه ارور اینجا notes بذاریم الانه که به من میگه mass assignment operator خب این میگه چی ببین لاراول نمیذاره که شما این رو مستقیما انجام بدید میخواد حتما از شما میخواد که شما برای تون آبجکتتون رو تعریف بکنید اینستنشیت بکنید چرا چون فرض بگیرید شما به کاربر میگید که خیلی خوب اسمتو عوض کن کاربر میگه که اسمم عوض کنم الان یه کاری میکنم آیدی مو عوض میکنم خب آیدیش شو عوض میکنه کاربری که مجانی بدبخت پول کاربری که پول داده و, خیلی مثلا داره مثلا از سرویس شما استفاده میکنه آیدی خودش رو برمی‌داره ریپلیس میکنه با آیدی اون طرف اون آیدی اون طرفم هم دیلیت میشه یا اصلا تغییر میده به آیدی خودش خب این روش میگن مس اسایمنت اپراتور نمیذاره که شما هر یه چیزی رو عوض بکنید تا اینکه خود شما که ادمین هستید اجازه بدید چه جوری من اجازه بدم حالا بذار اینو من بنزنم بیرون اگزییت کنم برمیگردم اینجا من باید برم داخل کلاس نوت که من اینجا دارم اگر برگردم اینجا داخل نوت اینجا بالا داخل کلاس من یه پروتکتد درست میکنم Protected خب ما یک وریبلی بعد درست می‌کنیم به نام فیلبل خب فیلبل که اونجا خوش داره فیلبل رو مساوی قرار بدیم با اون آرایه‌ای که ما میخوایم که اون ستونی که میخوایم عوض بکنه ستونی که می‌خوایم عوض بکنه بادی هست خب بادی رو که میخوایم عوض بکنه الان که من میتونم بیام چیکار بکنم اینجا این به اصطلاح ماس اپراتور رو اجرا بکنم و این اجرا خواهد شد یعنی میتونم راحت بیام اینجا یه بار دیگه تینکر بزنم و بعد میبینید که میتونم این create uh, اول uh, این رو بزنیم first اول رو بگیره و بعد الان که میتونم نوت رو بزنم و بعد میبینید که الان ساخته میشه که من اگر برای اینجا ریفرش بزنم میبینید که یه دونه دیگه نوت ساخته شد پس اینم از این حالا قبل از که بریم امروز تعطیل بکنیم چون من دیگه واقعا خسته شدم برمیگردیم اینجا و بعد میریم داخل اون شو بلید میخوایم پشت اینا یه لینکی درست بکنیم البته داخل شو نه ولی ایندکس میخوایم بریم ایندکس اینجا تایتل برای اینا یه لینکی میخوایم درست بکنیم پس اینا رو من سراوند میکنم دور یه لینکی همه رو هایلایت میکنم من alt j و بعد میگه یا من alt t فکر میکنم بهتر باشه سراوندد سی دیتا اب نداره کار نمیکنه مثلا که من یه ای میزنم تپ میزنم فقط این ای که من اینجا دارم از اینجا تا اینجا کات میکنم و اینو میزنم آخر حالا من چطوری یه لینک درست بکنم اینجا اینجا داخل این میتونید از این دابل کولیورس استفاده بکنید ولی قبل از این میتونم بگم که کاربر باید بره داخل کاردز و بعد سلاش الان که از دابل کولیورس استفاده میکنم میگم که بره حتما داخل کارد آیدی خب اگر برگردیم اینجا ریفرش بزنیم میتونیم بریم داخل کارد اینجا میبینید که یه دونه دو تاس ولی اگه خوب بود میتونیم داخل دیو بندازیم اب نداره و خیلی خوب بعد نیست میتونیم اینجا یه دیو بندازیم تب بزنیم کات بکنم از اینجا اکس و اینم تب بزنم به اینجا پیست بکنم الان نگاه بکنید اینجوری بهتر عمل میشه پس اولین تایتل دومی دو تایتل من روش کلیک میکنم میره روی دومی دو روی این کلیک میکنم این روی سومی این یکی از راهای دیگه است شما حالا میتونید از خیلی راهای دیگه استفاده بکنید یکی از راهای دیگه که خیلی ازش استفاده میکنن اینه که به جای این کارت id میام مثلا میگن که بیا از این مثلا کارت مثلا از یه فانکشن استفاده کنم به نام پث خب حالا این فانکشن پث کجاست لارو به من داده نه لارو نه ده. ولی شما میتونید برید داخل کاردز که اگه بریم داخل کاردز اینجا میتونم بیام پایین یه پابلیک فانکشنی درست بکنم به نام پث که آره میتونم یه پایین دوباره بگم مثلا ریترن کن برای من و بگم که slash کارد و بعد slash و بعد دات رو بزنم یا کنکتینشن رو بذارم و بعد بگم که از این کلاس استفاده بکن که بی آی شو بگیری خب این هم میشه چرا نشه یعنی میتونه آی این کلاس رو بگیره ولی اگر درست برگردیم اینجا ریفرش بزنیم کارد uh, رو به ما بر نمیگردنه بذارید نمی ببینیم پابلیک فانکشن uh, من بعد این کارد رو بردم از اینجا الان یه ریفرش بزنیم بذارید بازم نمیاد اب نداره که دارید میبینید اینجا نوشته که call to und undefined method std class path یکی از ارورایی که شما رو سردرگم میکنه در صورتی که ما درست انجام دادیم نگاه بکنید ما داخل کلاس کارد هستیم و پابلیک function path و بعد گفتیم که برو داخل مسیر کارت و بعد این دیس ID رو ریترن بکن اگر ما برگردیم اینجا داخل index میبینیم که کارت path رو زدیم و اینجا هیچ اروری نمیبینیم و همه کارامون درسته ولی من اصولا به این قضیه نمیچسبم یعنی اصلا ازش از 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 کار نمی کنم من از همین id استفاده میکنم و در آینده به شما میگم که راههای بهترتری بهتر, بهتر تری هستش که بخوام این کار رو انجام بدیم بنابراین از اینجا تا اینجا رو فعلا پاک می و الان اگه برگردیم جا ریفرش بزنیم اینا همش داره کار میکنه و هر کدوم از اینا میتونه بره مسیرهای دیگه ای